تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدای نمیتونم شکر کنم. مرا آفریدی و انسان آفریدی و عقل دادی و هدایت کردی و سر سفره قرآن و وحی نشوندی. نمیتونم شکر کنم. نعمت ها در ما نگیر. آیه 338 هستیم از اول قرآن که شروع کردیم، تفسیرهای چند دقیقه ای. 338 سوره بقره. سبقت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با هم بشنویم. سبقت الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. این است رنگامیزی الهی، چون آیه قبل فرمود که شما بگید ما به انبیا ایمان داریم و به همه انبیا و به همه آنچه بر انبیا نازل شده ایمان آوردیم. اگرم یه عده مثل شما ایرغمی بودن که به همه انبیا ایمان آوردن، که چی فقط احتدا و چه بهتر. اما اگرم یه عده نخواستن، فقط یکی رو پذیرفتن یکی رو نپذیرفتن، که رهاشو کن، بذار نامنشعب بشن، بذار راه خودشونو برون، ما تو رو از توطئه های اینها و از کارشکنی های اینها تو رو حفظ میکنیم. اینجا فرمود سبقت الله، یعنی این از رنگ آمیزی خدا. رنگ خدا چیه؟ رنگ خدا اینه که انسان کار به انشعابا و خطوط مختلف، حزبای مختلف، روزنمای مختلف، بوقهای مختلف کار نداشته باش. راهی رو از نظر عقلی پسندیدی برو، هر چی عقل و وهم میگه دنبال کن، کار به سر صداها نداشته باش. سبقت الله یعنی راه خدا، رنگ آمیزی خدا اینه. و من احسن من الله سبقه، کیست بهتر از خدا در رنگ؟ و نحن له عابدون، ما تنها او را عبادت میکنیم. عرض کنم ببینید، انسان بی‌رنگ نمیشه، بالاخره باید یه راهی رو بره دیگه. بالاخره زلفتو باید یه جوری با یه نمره‌ای با یه جوری اصلاح کنی، لباست باید یه جوری بدوزی، یه چیز باید بخوری، با کسی باید رفیق شی، با کسی باید قهر کنی، یه جای باید بروی، یه حرفی باید بزنی، یه کتاب باید بخونی. پس انسان بیراه نمیشه، هر کسی یه رنگی رو داره. منتهی سه تا رنگ ما داریم. یک رنگ خود، منم خودم چی می‌پسندم، هر چی خودم دوست دارم، یعنی رنگ هوس‌های خود. یکی رنگ هوس‌های دیگران، یکی رنگ نیاکان. این رنگا رو خدا رد میکنه، میگه رنگ هوس‌ها درست نیست، برای که هر کسی یه هوسی داره، هر کسی یه رنگی و اختلاف پیش میاد، علاوه بر اینکه هوس‌ها فرد خودت هم پشیمون میشی. رنگ خودت نه، یعنی طبق سرقت عمل نکن، چون سلیقه شما فردا عوض میشه. هوس‌های مردم هم اینطوره، مردم هم سلیقه‌شون عوض میشه. نیاکان هم دنبال هوا هوس خودشون سلیقه، یعنی سلیقه رو بذار کنار، هم سلیقه خود، هم سلیقه نیاکان، هم سلیقه دیگران مردم. بیایم ببینیم خدا چی میگه. خدا میگه قولو ایرغمی حرف بزن. قولو ایرغمی حرف بزن. لا تقولو ایرغمی حرف نزن. چجوری بگو چجوری بگو؟ کلو این غذا رو بخور، لا تاکل این غذا نخور، اینجا برو اینجا نرو، اینجا بنشین اونجا ننشین، ایرغمی عبادت کن ایرغمی عبادت نکن. دستور عمل از خدا بگیرید، سبقت الله، خودتون رنگ الهی بدید. رنگ خدا همیشه گی هست، چون خدا همیشه هست. کلو شاین حال کن الا وسه. یه مثال بزنم، اگر یه تخم مرغ انسان رنگ کنه، با یه خورده آب دهن پاک میشه، با یه قطره آب پاک میشه، اما دم طاووس خدا رنگ کرده، هرچم شینه بگیری پاک نمیشه. رنگ خدا موندنیه. اگر کسی دختری رو گرفت به خاطر شکلش، خب دختر مریض میشه، یکی دوتا بچه پیدا میکنه، پیر میشه، شکلش عوض میشه. علاقه که بر اساس شکله، همین که شکل جابجا شد علاقه جابجا میشه. اگه کسی ازدواج که به خاطر پولاش، خب اگر ورشکست شد دیگه میگه من دختر
فلانه گرفتم به خاطر سرمایه‌هاش، خب که ورشکست شده پس طلاقش بدم. حدیث داریم که اگر کسی همسرش رو به خاطر شکلش و به خاطر پولش انتخاب کنه، خدا ناراضیش میگیره، چون پول رفته نیست، شکل هم رفته نیست. اما اگر یه همسر انتخاب که به خاطر اصالت و نجابت و عفت و کمالاتی که داره، خب این کمالات همیشه هست، شکل عوض میشه ولی کمالات ثابته. سبقت الله، ثابت‌ترین چیزها خداست. پس بیم الان شما یه کتابخونه میخوای باز کنی، میترسی این کتابخونه رو فردا بدوزن ببرن، میگه اینو وصلش کنم به کتابخونه آستان قدس رضوی، چون او سابقه داره، میگه این بند به او باشه چون او محکمه، کتابخونه منم محکمه چون وابسته به اون میشه. میگم به هر چی وابسته بشید میپره. زمان شاه تجاری که میخواستن پول سنگینی پیدا کنن، بعضیاشون، یکی از این شاپور ماپورا برادر شاه، خاندان پهلوی رو شرکی میگردن، میگوزن اگر فلانی بند دربار بشیم، یکی از اعضای خانواده شاه تو تشکیلات ما عضو باشه، دیگه ما راحتیم، جنس رو وارد میکنیم، دیگه از گمرک راحت میشیم، از مالیات راحت میشیم، دیگه همه برای ما چراغ سبز نشون میدن، چون دیگه وصل به شاه شدیم. خب این فکر میکنه رنگ شاه موندنیه، باورم که خودش هم شاه رنگش بپره. به رئیس جمهور بنشیره، جمهور دور دوم دیگه نیست، رأی نمیاره یا نیستش. به وکیل، به وزیر، به هر که به چسبی میپره. قرآن میگه سبقت الله، کارات رنگ خدایی کن. و من احسن من الله سبقه، کی از رنگ خدا بهتر؟ و نحن له عابدون. شما تا حالا چند تا سلام کردی؟ مثلا فرض کنید در یه مدتی سلامات رو جمع کنید میشه 1000 تا سلام کردی. این آقا رو سلام کردی چون پول بود، خب پولش میپره، سلام تو هم پرید. این چون رئیس بود، خب این بازنشست میشه یا مدیر کل بود، عوض میشه. سلام ها که بر اساس پست ها و پول ها و مقام ها و اینها بوده میپره. اما به یکی رسید هیچ پستی نداره، بره بره انسانه، گفت سلام علیکم. این سلامی که برای خدا کردی برای قیامت ذخیره شده. باقی سلام ها پرید، باقی سلام ها پرید. و نحن له عابدون. میگن امام صادق علیه السلام عبور میکرد، دید یه کسی آشپزخونه خونشو به بیرون سوراخ میکنه. گفت چرا سوراخ میکنی؟ گفت سوراخ کنم دودا بره بیرون. گفت خب میتونی نیت کنی بگی سوراخ میکنم که نور بیاد تو، وقت نماز رو تشخیص بدم، مثلا خورشید کی میزنه، کی غروب میکنه، فرق نمیکنه. شما روزنه که باز میکنی میتونی به قصد خروج دود باشه، میتونی به قصد ورود نور باشه، اما چرا نیت آب چی صورتت میریزی؟ خب قصد وضو کن. میگه پول به فقیر نمیدی، چرا؟ برای سلامتی خودت، برای سلامتی همه مردم کره زمین، برای سلامتی امام زمان علیه السلام باشه. چادر برای خانم میخری، خب میتونی عید نوروز بخری، میتونی روز تولد از زهرا بخری، روز زن. بنده سخنرانی میکنم میخوای تشکر کنی، میتونی خب کف بزنی، کف تشکر از منه. اما گفتی برای سلامتی این آقایی که صحبت کرد صلوات، این صلواتی که برای سلامتی بنده یا هر گوینده میفرستید، این صلوات هم تشکر از گوینده هم ذکر خداست، برای قیامتون ذخیره میمونه. اما اگر کف زدی، کف تشکر هست اما چیز برای قیامت ذخیره نمیشه. شما کاراتون رو رنگ ابدی بهش بدید. شاه عباس تاجش کو پرید، پولش کو پرید، شکلش پرید، قدرتش پرید، زن و بچه و فامیلش پرید، ولی کاروانسرای شاه عباسی تو جاده ها هست، چون اینا رو در مسیر کربلا و مشهد برای زوارا ساخته. هر چی رنگ خدا باشه میمونه. ولذا افرادی که برای خدا با هم رفیق میشن، قرآن بخونم، الاخلا یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، تمام رفقات ها به قهر کشیده میشه الا المتقین، فقط افراد با تقوا رفاقتشون همیشه هست. مردم امام خمینی رو برای خدا دوست داشتن. وقتی آمد از فرانسه ایران 5 میلیون استقبالش کردن، وقتی از دنیا رفت 10 میلیون تشییع جنازه اومدن، چون علاقه شون به امام به خاطر حزب و پول و اینها نبود، به خاطر کمالات امام بود. اگر با خدا قلف شد ابدی است، اگر با رنگ و رنگای دنیا بود میپره. این آیه میخواد بگه که سبقت الله، رنگ خدا رو بزنید به خودتون.
و من احسن من الله سبقه، کی از رنگ خدا بهتر، چه چیز از رنگ خدا بهتر، و نحن له عابدون، خدایا هر کاری کردیم که رنگ تو نبوده ببخش، این تتمه عمر ما را توفیق بده، کارامون 100% رنگ الهی و ذخیره قیامت بشه. السلام علیکم و رحمت الله.